در تیتر اول امشب انفجار در نطنز، سقوط پهپاد در کورنگ همزمان با اظهار نظرهای متناقض مسئولان. در آسمان ایران چه خبر است؟ دادن اطلاعات جدید درباره برنامه هسته‌ای ایران هدف سفر رئیس موساد به پایتخت آمریکا اعلام شد. بارنه ها به دنبال قانع کردن آمریکا برای صرف نظر از توافق موقت با ایران. مقابله با جنگ تبلیغاتی دشمن باید دغدغه همه نظام شود. دستور خامنه‌ای به رئیس جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. همزمان هشدار جنتی در مراسم معارفه امروز. اگر مردم از ما کنار بکشن مفهوم خیلی بدی برای حکومت دارد. و چند روز پس از تیراندازی در مدرسه‌ای در میشیگان و کشته شدن 4 دانش آموز، جنجال بر سر انتشار عکس خانوادگی نماینده کنگره آمریکا در توییتر با اسلحه. توماس مسی از بابا نوئل مهمات خواست. به تیتر اول خوش آمدید. شما بخیر. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی اظهار نظرهای ضد و نقیض در مورد علت انفجار دیروز در اطراف تاسیسات هسته‌ای نطنز داشتند، امروز گزارش‌هایی از پیدا شدن یک پهپاد در کوهرنگ منتشر شد و استانداری چهارمحال و بختیاری هم اعلام کرد ماموریت پهپاد پیدا شده در کوهرنگ بارور کردن ابرها بوده. همزمان و تنها 2 روز پس از پایان بی‌نتیجه دور هفتم مذاکرات وین، دیوید بارنارد رئیس موساد امروز برای مذاکره با مقام‌های آمریکایی درباره ایران راهی واشنگتن شد. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم، اما ابتدا می‌ریم به اورشلیم، جایی که همکارم اشکان صفایی از اونجا با ما همراه شده. اشکان، مشخصاً عنوان شده که ایران و اطلاعات جدید درباره تأسیسات هسته‌ای ایران انگیزه و هدف سفر رئیس موساد به آمریکا. از تو جزئیات بیشتر رو بشنویم. بله، خب برنه امروز وارد آمریکا شده. گفته شده که او به عنوان نه تنها رئیس موساد بلکه به عنوان نماینده شخص نخست وزیر اسرائیل به این سفر رفته. او قرار هست به نوشته هارتس 2 هدف رو در این در واقع سفر دنبال کنه. یکی این که به مقامات آمریکایی بگه و از اونها در واقع بخواد که به یک قرارداد موقت با ایران اکتفا نکنن، قراردادی که در واقع گفته میشه که بر اساس اون ایران تنها بخشی از برنامه‌های اتمی خودش رو متوقف میکنه و بخشی از تحریم‌ها در قبال اون لغو میشن علیه جمهوری اسلامی. دومین موضوع هم همین موضوع در واقع اطلاعات جدیدی هست که گفته میشه اسرائیل در مورد برنامه اتمی ایران داره و برنامه قرار هست اونها رو در اختیار آمریکا بذاره. اگر اون چیزی کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفته درست باشه، این اطلاعات شامل این میشه که ایران در حال حاضر به میزان کافی اورانیوم غنی شده برای استفاده های نظامی در اختیار داره. از اون طرف وبسایت خبری واینت هم در اسرائیل نوشته که برنه به مقامات آمریکایی خواهد گفت که حتی اگر قراردادی هم با جمهوری اسلامی به دست بیاد، اسرائیل خودش رو به اون ملزم نمیدونه و به اقدامات خودش علیه برنامه اتمی ایران ادامه خواهد داد. اشکان، خب اقدامات اسرائیل، تلاش های اسرائیل برای جلوگیری از انجام توافق هسته‌ای هم همچنان ادامه داره. میدونیم که اختلاف نظر هم با آمریکا داره. امروز رئیس جمهور اسرائیل هم گفته بود اگر که تصمیم قاطعانه‌ای درباره ایران نگیریم، اسرائیل این کار رو میکنه. دقیقاً فعالیت های اخیر اسرائیل برای جلوگیری از برجام چه بوده؟ خب اسرائیل که خودش هیچ‌وقت این گونه فعالیت‌ها رو در واقع به صورت آشکار قبول نمی‌کنه که انجام داده، اما فعالیت‌هایی که در طول 1.5 سال گذشته میشه گفت که به اسرائیل نسبت داده شده، چند انفجار و خرابکاری در تأسیسات اتمی ایران از جمله در نطنز یا در کرج هست. در کنار اون موضوعات دیگری هم بوده، مانند کشته شدن یکی از مقامات اتمی در ایران که اون هم به اسرائیل نسبت داده شده بود. و البته در کنار اونها همچنان این تلاش دیپلماتیک هم وجود داره که ایران بتونه غرب رو راضی بکنه که در این زمینه فشار بیشتری به ایران بیارن. و نهایتاً موضوعی که مقامات نظامی اسرائیل میگن این که
در سال جدید میلادی در سال 2022 در واقع اولویت اول نیروی هوایی اسرائیل آماده شدن برای یک حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران خواهد بود، شاید مانند اون حملاتی که اسرائیل در سال 1981 و بعداً حدوداً 14 سال پیش در سوریه به تأسیسات اتمی این دو کشور انجام داد. اشکان صفایی همکارم از اورشلیم، ممنونم از تو. رسانه‌های داخلی دیروز به نقل از منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار شدید در منطقه بادرود در حدود 20 کیلومتری تأسیسات اتمی نطنز خبر دادن. شاهدان عینی هم از انفجاری مهیب در آسمان نطنز گفتن. اما نطنز دقیقاً کجاست؟ شهر نطنز در شمال شرقی استان اصفهان و از شهرهای مرکزی ایرانه که در دامنه رشته‌کوه کرکس واقع شده. این شهر محل استقرار یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران هم هست که به اسم تأسیسات نطنز شناخته میشه، اگرچه اسم بعد از ترور مصطفی احمدی روشن به تأسیسات هسته‌ای شهید احمدی روشن نطنز تغییر کرده. در این سایت سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم قرار گرفتن. این سانتریفیوژها همونطور که می‌بینید از IR2 شروع شدن و اخیراً ایران اعلام کرده در حال آزمایش سانتریفیوژهای IR9 که اگر عملیاتی بشن سرعتشون 50 تا 60 برابر سانتریفیوژهای IR1 خواهد بود. گفته میشه اقدامات زیادی برای حفاظت از تأسیسات نطنز صورت گرفته، مثل احداث دیوارهای بتونی 9 متری یا نصب دستگاه‌های سانتریفیوژ در عمق زمین. اما این تأسیسات تا حالا چندین بار مورد حملات تخریبی قرار گرفته که یکی از مهمترین اونها در همین فروردین ماه گذشته بود. انفجاری هم که دیروز صداش شنیده شد در نزدیکی شهر بادرود در 25 کیلومتری نطنز رخ داد و واکنش به این خبر هم متناقض بود. از آزمایش یک موشک پدافندی به گفته فرمانده پدافند هوایی نطنز تا انهدام یک پهپاد ناشناس به گفته خبرگزاری فارس در ساعات ابتدایی. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه شده. آقای ندیمی، حدود 24 ساعت گذشته، دیروز همین ساعت‌ها بود که اعلام شد انفجاری در آسمان نطنز رخ داده و اظهار نظرهای متناقض از اینکه با هماهنگی کامل انجام شده، ولی خب دیدیم که فرماندار بی‌خبر بود، خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه بی‌خبر بودن. الان در این فاصله زمانی چه میشه گفت راجع به انفجار نطنز؟ خیلی زیاد نمیشه گفت. فقط مسئله اینجاست که در منطقه بادرو در 27 کیلومتری سایت نطنز یک سایت پدافند هوایی نیروی هوایی سپاه وجود داره، فکر میکنم از نوع سوم خرداد باشه، از همون نوعی که در سال 2014 ادعا شد که یک پهپاد هرمس 450 اسرائیلی رو در همون منطقه نطنز سرنگون کرده. بعدن کاشف به عمل اومد که اصلا درون اسرائیلی نبوده، احتمال زیاد یکی از درون خود سپاه پاسداران بوده که به اشتباه سرنگون شده. در این مورد هم ما نمیتونیم بگیم آیا ماهیت هدفی که به سمت شلیک شده آیا یک هدف خارجی بوده، اسرائیلی بوده یا اینکه ایرانی بوده. این احتمال هر دوتاش ممکنه وجود داشته باشه، به خاطر اینکه این عدم هماهنگی بین دستگاه‌های غیر نظامی و نظامی ایران و همینطور درون نظامی ایران که ما نمونه‌شو در حتی اگه فرض بکنیم سناریوی شلیک عمدی به هواپیمای اوکراینیا، نمونه‌شو در شلیک به سمت هواپیمای اوکراینی به وضوح دیدیم و در موارد بسیار دیگه این اتفاق افتاده که بین دستگاه‌های ایران هیچ گونه هماهنگی وجود نداره. منطقه نطنز پدافندش با نیروی هوافضای سپاه و قاعدتا باید تحت کنترل و هماهنگی سیستم پدافند یک پارچه کشور انجام بگیره، ولی در موارد زیادی این اتفاق نمیفته و این هم میتونه یکی از اون موارد باشه که نتیجهش عدم هماهنگی و دقیقا نمیدونن که چی رو مورد حسابات قرار دادن. در فضایی که چندین فرودگاه غیر نظامی وجود داره، پروازهای بین‌المللی از فرازش عبور میکنه، این اتفاقات بسیار خطرناک هستش. من چک کردم، نوتامی به نظر نمیرسه که برای یک مانور نظامی از پیش تعیین شده در اون منطقه صادر شده باشه به وسیله سامانه ایمنی پرواز هواپیمای کشوری ایران. در مورد یک مورد دیگر در چندین مایل پایین‌تر در منطقه مهمات‌سازی اصفهان این نوتام صادر شده، قرار بوده در روزهای چند روز در ماه سپتامبر اونجا شلیک‌های انجام بگیره، ولی در این مورد خاص هیچ گونه نوتام شلیک نشده، پس از پیش تعیین شده، از پیش مقرر شده و از پیش هماهنگ شده نبوده. این شلیک احتمالاً شاید فکر می‌کردم واقعاً به سمت یک پهپاد متخاصم دارن این کارو انجام
میدن، ولی پروازهای غیر نظامی در اون محدوده باز هم پس دقیقاً برخلاف اظهار نظر مسئولانه که گفتن از پیش تعیین شده و همه با هماهنگی کامل انجام شده، به نظر شما مخالفه با اون اظهار نظر مسئولان؟ آقای بفرمایید، می‌خواستین چیزی بگید؟ بله، من هیچ شاهدی نشانه ای ندیدم که نوتان از قبل برای اونجا صادر شده باشه. اما آسمان ایران همچنان هم پرخبر بود، یک پهپاد هم در کوهرنگ سقوط کرد. از اون پهپاد چه میدونیم، چه مشخصاتی داشت، دلیل سقوط رو چه میشه گفت؟ من فکر میکنم ارتباط زیادی نمیتونه داشته باشه. ببینید، سپاه پاسداران از سال گذشته در 5 نقطه ایران از همین پهپادهایی که کپی RQ-170 آمریکایی هستن استفاده کرده، به اسم پهپادهای سماوات شاهد 161 و شاهد 191، برای بارور کردن ابرها استفاده میکنه، از کارتریج های یودید نقره و همینطور یخ خشک استفاده میکنه. احتمالاً هم در این مورد در اونجا همین اتفاق افتاده، به دلایلی این درون فرود اجباری کرده، خساراتی هم من ندیدم روش به وجود اومده باشه. سپاسگزارم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما همراه بودید. اما تصاویر زنده می‌بینیم از سخنرانی اریک زمور، نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه. اریک زمور مفسر دست راستی افراطی فرانسویه که اخیراً اعلام کاندیداتوری کرده و اظهار نظرهای او مدت‌ها بود که البته جنجالی شده بود. او در گذشته به خاطر اظهار نظرهاش به ترویج خشونت‌های نژادی محکوم شده بود. نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است که آوریل 2022 برگزار میشه و بسیاری میگن، بسیاری از او به عنوان ترامپ فرانسه و ترامپ اروپا یاد میکنن و میگن که میزان اقبالی که از او بهشون نشون خواهد داد که چقدر اندیشه های راست افراطی در فرانسه طرفدار خواهد داشت. تصاویر زنده میبینید از سخنرانی اریک زمور، نامزد انتخابات فرانسه، میبینید که بسیار هم شلوغ و با تجمع زیاد هواداران او انجام شده. همچنان که طرفداران او در گرد و گردش هستن، تظاهراتی هم علیه او در شهر پاریس برگزار شده. در حالی که دور هفتم مذاکرات احیای توافق هسته‌ای بدون نتیجه به پایان رسید، اما چه در طول این مذاکرات و چه بعد از آن، مقامات اسرائیلی نسبت به این مذاکرات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران واکنش‌هایی داشتند که در آخرین اونها امروز نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد قدرت‌های جهانی باید به ایران فشار بیارن تا قبل از دور بعدی مذاکرات غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه. دو میهمان داریم از ایران و اسرائیل، همراه می‌شیم با مناش امیر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اورشلیم، و محمد صادق جوادی سار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از مشهد. آقای امیر، با شما شروع کنیم. سال 94 هم در جریان امضای برجام اسرائیل مخالفت زیادی کرد، ولی در نهایت برجام امضا شد. الان به نظر شما چه تفاوتی کرده؟ فکر می‌کنین اسرائیل قدرت و توان اینو خواهد داشت که جلوی یک توافق احتمالی رو بگیره؟ بله، اصلا پرسش در این نیست که آیا اسرائیل قدرت و توان داره یا نه. این یک خطر کاملا موجودیتیه برای اسرائیل. اگر حکومت ایران بمب رو داشته باشه و خمینی پیش از این که به قدرت برسه و در طول این 42 سال همیشه گفتن نابود باید گردد، احتمال زیاد داره که بمب رو علیه اسرائیل به کار ببرن. بنابراین حتی اگر جنبه خودکشی هم داشته باشه، اسرائیل باید تلاش بکنه که بمب حکومت ایران به بمب اتمی نرسه. فقط یادآوری بکنم که داوید برنه، رئیس جدید موساد، در سخنرانی دو روز پیش خود گفت ما نخواهیم گذاشت، و بعدم اضافه کرد ما هرگز نخواهیم گذاشت. بنابراین اسرائیل مجبوره حتی به تنهایی، و این حرف رو هم نتانیاهو گفته و هم نفتالی بنت، بنی گنس و دیگران، که حتی بدون اجازه ایالات متحده ما وقتی خطر موجودیتی باشه اقدام خواهیم کرد و از موجودیت خودمون دفاع خواهیم کرد. این امر که رئیس جمهوری اسرائیل آقای هرتزوگ میآید و دخالت میکنه و اظهار نظر سیاسی میکنه در حالی که ریاست جمهوری در اسرائیل یک پست تشریفاتی است، نشون میده که تا چه حد این امر برای اسرائیل ضروری و حیاتی است، و اسرائیل همه تلاش خودش رو در همه جهات و حتی در مقابله با دولت پرزیدنت بایدن انجام خواهد داد.
آقای جوادی اصلا نظر شما رو هم بشنویم. خب همونطور که آقای امیر گفتن اسرائیل برای خودش این رو یک خطر موجودیتی میبینه و گفته که اگر یعنی یک بخشش تلاش دیپلماتیک، بخش دیگر هم گزارش هایی بود از اینکه آماده حمله به تاسیسات ایران میشه. شما حق نمیدین وقتی که خطر موجودیتی باشه برای یک کشوری که بخواد آماده حتی حمله و اقدام نظامی هم بشه؟ نام خدا. ضمن تشکر از آقای امیر و جناب عالی و میهمانان محترم باید عرض بکنم که سخنان نخست وزیر و رئیس جمهور در اسرائیل یک شو تبلیغاتی بیشتر نیست، چون سیاست کلی جمهوری اسلامی، سیاست اعلامی سازمان مللش این است که ما در پی حذف اسرائیل نیستیم. ما معتقد به برگزاری رفراندوم هستیم و اون رفراندوم است که در اسرائیل حکومت صهیونیستی رو حذف میکنه و یک حکومت برآمده از نظر ملی در اونجا به وجود میاره. این بحث کلی سیاست جمهوری اسلامی است که به سازمان ملل اعلام شده. آقای اسرائیل فقط این رو اضافه کنم که وقتی مثلا روز شمار نابودی اسرائیل میذارن، خب این با اون چیزی که به عنوان رسما اعلام میشه شوی تبلیغاتیست از طرف افراطیون در ایران، یعنی اون سیاست رسمی جمهوری اسلامی نیست. ولی اون چیزی که سیاست رسمی جمهوری اسلامی است که به سازمان ملل اعلام شده در قبال اسرائیل، همونی است که من عرض کردم که رسما توسط نماینده و سفیر ایران در سازمان ملل تقدیم هیئت رئیسه سازمان ملل شد. اون چیزی که اسرائیلی ها خیلی الان، یعنی دولت اسرائیل خیلی نگران هست، این است که این توافق هسته‌ای صورت بگیره. نخست وزیر سابق اسرائیل آقای نتانیاهو همین یک ماه پیش اعلام کرد که تا یک ماه دیگر ایران با ابرقدرت‌های جهانی سر میز مذاکره خواهند نشست و به یک توافق دست خواهند یافت و ما ضعیف‌تر از آن هستیم که بتوانیم نقش ایفا بکنیم. ایران میداند، من اگر لازم باشه آقای انوشه از روی متن سخنان آقای نتانیاهو میخونم. اجازه بدین همینجا آقای جوادی اسار پاسخ آقای امیر رو بشنویم به شما. بعد برمی‌گردیم. بله، من شگفت زده شدم که چطور ایشون علی خامنه ای رو از رهبری حکومت اسلامی ایران خلع میکنن. این سیاست رسمی حکومت ایرانه. سخنان علی خامنه ای است که گفت اسرائیل تا 25 سال دیگر نابود خواهد شد. روی موشکی که آزمایش کردن نوشته بودن این موشک برای انهدام اسرائیل. چطور میشه ادعا کرد که این سیاست رسمی نیست؟ و اینکه ایشون میفرمایند این یکی ترفند دیپلماتیک حکومت ایرانه، میگوید که بیایید و رفراندوم بکنیم، همه پرسی بکنیم. از کی میخوان اینا همه پرسی بکنن؟ از اونهایی که داخل اسرائیلن، همه طرفدار اسرائیلن. از اونهایی که صحبت ایشون این است که 3 میلیون یا 6 میلیون نفر فلسطینی که در خارج از این سرزمین که زندگی میکنن بیاین و از اونها همه پرسی بشه که میخواهید اسرائیل باشه یا نمیخواهید اسرائیل باشه. این یک ترفند دیپلماتیک و ناشیانه حتی میتونم بگم از طرف حکومت اسلامی ایران. آقای جوادی پاسخ شما رو بشنویم. ضمن اینکه این مسئله رفراندوم که گفتین، یعنی فکر می‌کنین مسئله جمهوری اسلامی نقض حقوق مسلمانان در فلسطینه؟ ببینید، این تنها موضع جمهوری اسلامی نیست. سازمان ملل متحد در سال 2020 17 قطعنامه علیه اسرائیل صادر کرده. این 17 قطعنامه در موضوعات مختلفه، یعنی هیچ کشوری در دنیا به اندازه اسرائیل توسط سازمان ملل متحد متجاوز، ستمگر، ناقض حقوق بشر، ناقض حقوق اقلیت‌های موجود در فلسطین نبوده. تمام اسناد موجود در سازمان ملل حکایت از این دارد که اسرائیل به عنوان یک مرک، یعنی حکومت به جمهوری اسلامی بپردازیم. آقای جوادی شما فکر می‌کنید که مسئله پس نقض حقوق بشر، حقوق مسلمانان فلسطین در اسرائیله؟ اجازه بفرمایید. اگر که قرار است که آقای امین صحبتشون رو بفرمایند، خب منم اجازه باید داشته باشم. من به شما فرصت دارم میدم و این سوالو دارم میپرسم که بحث هدایت بشه. بله، بسیار خوب، متشکرم از شما. من عرضم این است که اسرائیل به عنوان یک حکومتی که 3 منطقه جولان، فلسطین و لبنان رو مورد تعرض قرار داده و سوریه رو مورد تعرض قرار داده، بلندی های جولان رو سالهاست تصرف کرده و سازمان ملل محکوم کرده این کار رو،
عنوان دولت نیابتی آمریکا در منطقه و در حقیقت اهرم اجرای سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا و انگلیس در منطقه داره عمل می‌کنه، نه به عنوان یک دولت مستقلی که برآمده از رأی و نظر فلسطینیان باشد یا یهودی‌های سرزمین‌های اشغالی یا یهودی‌های فلسطین. یک دولتی است که بیشتر مورد حمایت آمریکاست، به همین دلیلی که در سالی که 17 تا قطعنامه علیه اسرائیل در منطقه در سازمان ملل تصویب میشه، یک قطعنامه در شورای امنیت صادر نمیشه علیه اسرائیل و هیچ کدوم از این کارها در اونجا تایید مردود اعلام نمیشه، چون وتوی آمریکا رو پشت سرش داره و وتوی انگلیس رو. بنابراین من آقای امین انوشهرنی رو به این مسئله توجه میدم که مسئله توافق هسته‌ای ایران، توافق هسته ایران با 5+1 بیشتر موضوعیت اسرائیل رو در منطقه از بین خواهد بود، اگر که تخاصم بین غرب و آمریکا و ایران به درجه‌ای برسد که موضوعیت پیدا نکنه تنش‌هایی که اسرائیل به وجود میاره یا این مظلوم‌نمایی‌هایی که ایران میخواد منو از بین ببره. اجازه بدین همینجا آقای جوادی حساب پاسخ آقای امیر رو بشنویم با توجه به وقت محدودی که ما داریم در برنامه، چون میدونم که مفصلم گفتین نظرتون. آقای امیر بفرمایید. بله، من دست ایشون رو میپوسم که موضوع همه پرسی رو مطرح کردن. بله، باید همه پرسی بشه. در حکومتی که اهالی زاینده رود و مردم اصفهان رو به گلوله میبنده به خاطر اینکه میگن ما آب میخوان، همه پرسی در حکومتی که تمام اقلیت‌های دینی، قومی، فرهنگی رو سرکوب میکنه، همه پرسی در حکومتی که میآید و میگوید که تو حق نداری حرف بزنی. ایشون درست میگن، کاملا دستشون رو میبوسم که نه سازمان ملل به این جنایات حکومت ایران تا به حال اشاره‌ای و اعتراضی کرده، نه حکومت ایران در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده که چرا اینقدر آدم میکشید. در اسرائیل تساوی حقوق نسبتا کامل بین عرب و اسرائیلی وجود داره. برید و یاد بگیرید. صحبت از فلسطینیانی است که میخوان اسرائیل رو نابود بکنن و اسرائیل حق داره از موجودیت خودش در برابر ترور فلسطینی، در برابر حماس، جهاد اسلامی، حزب الله لبنان و استقرار نیروهای سپاه قدس در سوریه دفاع بکنه. اسرائیل از موجودیتش دفاع میکنه، ولی حکومت ایران مردم ایران رو به گلوله میبنده، مردم ایران رو سرکوب میکنه، میگذاره مردم ایران کشته بشن. برای مردم ایران واکسن. آقای جوادی اصلا خیلی کوتاه اگر که پاسخ بدین 30 ثانیه. من تشکر میکنم که ایشون بالاخره به مردم ایران توجه کردن. مردم ایران هم مثل مردم فلسطین و مردم عرب منطقه و شهروندان فلسطینی سرزمین‌های اشغالی حق حیات دارن، همونطور که اونا حق حیات دارن. ولی چطور است که آقای انوشهرنی در برابر این همه جنایتی که در اسرائیل صورت میگیره برای اعراب و سازمان ملل و تمام جهان محکوم میکنن، ایشون محکوم نمیکنن؟ آقای اجازه بدید من یک سوالی بپرسم، چون این موضوع از شما شنیدم، مسئله حقوق بشر در مورد فلسطین رو ممکن، چرا این حساسیت جمهوری اسلامی در مسلمانان اویغور در چین نداره؟ به همه جا باید داشته باشه، ولی نداره. ولی نداره. پس این نشون دهنده به نظر شما چیزی متفاوت از انگیزه های حقوق بشری نیست؟ نشان دهنده دو سه تا مسئله است. نشان دهنده اولینش این است که اسرائیل عامل اصلی آمریکا و در حقیقت انگلستان در منطقه برای سیاست‌های منطقه‌ایشون، سیاست‌های خاورمیانه‌ایشون. یعنی اسرائیل به معنای واقعی کلمه یک دولت نیست، یک جعلی است که اینجا گذاشتن که هر وقت لازمش دارن خیمه‌های شهربازی را بندازن و بگن اسرائیل رو دارین نابود می‌کنید، اسرائیل دارین. اسرائیل اگر که دست آمریکا رو سرش نباشه، دست غرب رو سرش نباشه، 48 ساعته تو هم اشغالی هم دوام نخواهد بود. همون مردم دست خالی پا برهنه اسرائیل رو محو خواهند کرد. نیازی به ایران نیست که بخواد بره اونا رو محوشون کنه. اسرائیل با تمام قوایی که الان داره تحت حمایه آمریکاست و اگر یک روز هم آمریکا حمایتش از سر اسرائیل برداره، یعنی از دولت صهیونیستی برداره، اسرائیلی در کار نخواهد. آقای امیر درش از شما 30 ثانیه، کمتر از 30 ثانیه پاسخ نهایی رو بشنویم و به پایان این بخش برسیم. بله، اگر آمریکا و انگلیس پشت سر مردم اصفهان نبودند، اگر آمریکا و انگلیس
پشت سر معلمان ایران نبودند، اگر آمریکا و انگلیس پشت سر کارگران ایران نبودند، اونها حکومت اونها رو در ظرف چند دقیقه نابود میکرد. الان هم حکومت داره همین کار رو میکنه. من در برابر سخنان ایشون که سعی میکنن مسئله رو از موضوع خارج بکنن چه میتوانم بگویم؟ سپاسگزارم از هر دوی شما. منوش امیر تحلیلگر مسئله خاورمیانه از اورشلیم و محمد صادق جوادی سار روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از مشهد با ما بودید. در خبری که صبح امروز در رسانه‌های خبری ایران به نقل از نادر مرادی رئیس پلیس اماکن تهران منتشر شد، آمده بود که استفاده از نام‌های ترکی، کردی، لوری و شمالی برای واحد‌های صنفی پایتخت ممنوعه. نادر مرادی به دستورالعمل وزارت ارشاد در این باره اشاره کرده بود، اما ساعتی پس از انتشار این خبر رئیس پلیس اماکن تهران منکر چنین گفته‌ای شد و این خبر را تکذیب کرد. علیرضا نادری سخنگوی شورای شهر تهران هم گفته رویکرد وزارت ارشاد و پلیس در این باره نباید افراطی باشه و در پایتخت ایران باید اثری از اقوام مختلف باشه. حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن با ما همراه شده. تکذیب عجیبی کرد رئیس پلیس اماکن، البته آقای قاضیان به کل منکر این گفتگو شد، اما خب ما این نگاه رو میدونیم که وجود داره، بعضا هم جلوگیری شده بود از گذاشتن اسامی ترکی برای فرزندان. این از چه نگاهی نشأت میگیره و چه عواقبی داره؟ به نظر میرسه این نگاه حاکی از یک نوع در واقع نگرانی امنیتیه. نگرانی در واقع بالایی هاست نسبت به رفتار پایینی ها، یعنی نگرانی حکومت از رفتار مردم، چون نام ها همیشه نشانه ایست از خواست و ارزش های اجتماعی، چه نام فرزندان باشه چه نام یه مکان باشه. وقتی افراد این نام رو انتخاب میکنن در واقع دارن گرایش خودشون رو هم برملا میکنن. بنابراین این نشانه ها ممکنه برای بالایی ها تهدید کننده باشه، به این معنی که احساس کنن پایینی ها اونجور یا اون مقدار که بالایی ها میخوان رفتار نمیکنن. شما در مورد اسامی دیدید که یک کتابچه هست که بالاخره از گذاشتن نام های مثلا غیر ایرانی یعنی غربی به اصطلاح یا حتی ایرانی اصیل جلوگیری کنه و نام ها به سمت نام‌های اسلامی بره، در حالی که تحقیقات نشون میده که نامگذاری فرزندان اتفاقا از نام‌های اسلامی داره به سمت نام‌های غیر اسلامی میره. خب این نشان دهنده یا نشانه ایست از تحول در جامعه، نشانه ایست از اینکه پایینی‌ها اونجوری که بالایی‌ها میخوان یا اون مقداری که لااقل اونا میخوان اسلامی نیستن یا اسلامی رفتار نمی‌کنن. در مورد نامگذاری اماکن هم همین نگرانی هست. در این دستورالعمل در واقع این نگرانی لحاظ شده و در تکذیبش هم اتفاقا این نگرانی لحاظ شده، یعنی نشون میدن که نمیخوان اون نگرانی رو که اونا در پس و پشت تصمیماتشون دارن به آگاهی عمومی هم برسه که چه نگرانی وجود داره، میخوان اون رو از طریق یه ابلاغ رسمی اداری به سرانجام برسونن بدون اینکه به اصطلاح معنای عمومی داشته باشه از طریق اعلامش. و به نظر من به همین دلیل تکذیبش اتفاقا نشانه قوی تری است از اون نگرانی امنیتی، و توضیح دادم که نگرانی امنیتی از کجا ناشی میشه و اون ممکنه با چه پیامدهای فرهنگی روبرو باشه. ضمن اینکه وقتی نشانه ای هست نامگذاری اماکن، میتونه یک شبکه ارتباطی هم برای گروه های اجتماعی که یک نوع همنامی یا همراهی فرهنگی دارن ایجاد بکنی که خود اون هم بالقوه نظر امنیتی میتونه خطرناک باشه در موقعیت های معین. حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن ممنونم از شما. امروز یک شنبه مراسم تودیع و معارفه رئیس قدیم و جدید شورای هماهنگی تبلیغات انقلاب اسلامی در ایران برگزار شد. محمد حسین موساپور رئیس جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفته طبق تکلیفی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به او داده، مقابله با جنگ تبلیغاتی دشمن باید دغدغه همه مسئولان بشه. احمد جنتی بعد از حدود 40 سال هفته گذشته از این سمت استعفا کرده بود. این صحبت‌های خود جنتی امروز در مراسم معارفه. ما نمیتونیم در هیچ جا مردم کنار بشیم یا مردم از ما کنار بشن. یه همش اتفاق میفته خیلی مفهوم بسیار بدی داره. الحمدلله رب العالمین. خب تینه
رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه شده. آقای علیجانی، بحث رسانه ها خیلی مطرح شد، این که دغدغه در حقیقت مسئله رسانه ها و نوع تبلیغاتیه که انجام میشه، این رو چقدر پررنگ میبینین و این تغییر رئیس شورای فرهنگی رو به چه شکل میبینین و صحبت های امروز جنتی؟ البته با سلام، این تغییر دیرهنگام نشونگر این تغییر کنذهنانه حکومته که نمادی است از همه عرصه‌های حکومت. آقای موساپور جایگزین آقای جنتی امروز میگه که نظام ما مقتدره ولی مظلومه و دشمن و رسانه‌های دشمن مرتب میخوان مشکلات ما رو بزرگ نمایی کنن و دستاورد ما رو کوچک نمایی کنن. خب ما این اغراقی که رو رسانه ها میشه، اول از آقای موساپور میپرسیم یا میگیم که خب درست، اصلا همه رسانه‌های خارج از کشور دشمن شما هستن، صدای دشمن هستن، شما چرا اینقدر نقطه ضعف دارید که حتی اتاق خبرهای این رسانه‌ها معطل میمونن کدوم یکی از ضعف‌های شما رو پوشش بدن؟ این اولا. ثانیا یعنی این که خب شما که صدها رسانه رنگارنگ دارین، بودجه بی حد و حصر دارین برای رسانه‌هاتون، چرا مردم حرف شما رو گوش نمیدن؟ بنابراین مشکل یه جای دیگه است، مشکل در نگاهی است که حضرات جدا حالا از منافع که اینجا نمیخوام بحث منافع رو بکنم، در نگاهی است که حضرات به جهان و زندگی دارن. یعنی آقای خامنه‌ای مدت پیش یک ویدئوی رو سایتشون گذاشتن که ایشون در دیدار با هنرمندا، یکی از هنرمندا به ایشون رو وضعیت کشور اعتراض میکنه. آقای خامنه‌ای میگه من همه اینا رو میدونم ولی ما خب مشغول یک کارهای بزرگی هستیم در جهان، یه پروژه‌های بزرگی پیش میبریم که این مشکلات هم خب دیگه زمینش هست و خب طبیعیه. یعنی اینجا من میخوام از تعبیر همین کوچک نمایی بزرگ نمایی آقای موساپور استفاده بکنم. آقای موساپور و بزرگترشون آقای خامنه‌ای به مردم به زور میگن بعد دنیا رو همونطوری که ما میبینیم شما ببینید. شما مشکلات زندگی اقتصادی اینا همه چیزای کوچیکیه در رابطه با اون کار بزرگی که ما داریم در دنیا پیش میبریم و شما باید اقتصاد ریاضتی رو تحمل بکنید. ببین آقای موساپور تو همین مصاحبهش میگه ما مقتدریم، مثلا کشتیای ما به ناو آمریکایی هشدار دادن، یا فلان رسانه ولایی میگه که وزیر امور خارجه ما در دیدار با فلان وزیر امور خارجه پاش و انداخت رو پاش. ببینید اساسا این یه نگاه به جهان و زندگی و یه نگاه هم اکثریت مردم دارن. امروز یک بیانیه با ده ها امضا در داخل کشور در اومد، مشکل اصفهان رو آسیب شناسی کرد، واقعا دلسوزانه ولی عمیق و دقیق. من واقعا توصیه میکنم هموطنانمون این رو ببینن، فعالین رسانه ببینن. این صدای اکثریت مردمه که ساختار خود تبدیل به بحران شده است. مشکل در ساختاره. حالا در ادبیات آقای خامنه‌ای هر موقع میگه زبان دشمن، ما باید بهش به جاش بذاریم زبان اکثریت مردم. یک دولت دوچار فلج مغزی رو سر کار گذاشتن در همه حوزه‌ها و میگن که شما مشکلات رو نبینید و فقط این رجزخوانی‌های ما رو در عرصه بین‌المللی ببینید. سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه بودید. اما میریم به همون پاریسی که مهمانمون از آنجا با ما بود و تصاویر زنده میبینیم از سخنرانی اریک زمور، نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه. اریک زمور مفسر دست راستی افراطی است. روز سه‌شنبه 9 آذر با انتشار ویدئویی اعلام کرد که به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری فرانسه میپیونده. او اظهار نظرهای جنجالی خب البته کم نداشته و به ترویج خشونت‌های نژادی هم محکوم شده بود. رقیب اصلی خانم ماریان لوپن خواهد بود که او هم نامزد دست راستی هستش. همونطور که میبینین طرفداران او در یک گردهمایی بزرگ در اطرافش دیده میشن، اما همزمان با این سخنرانی که همین الان به صورت زنده دارین تصاویرش رو میبینین، مخالفان او هم در خیابان‌های پاریس به خیابان اومدن و اعتراض و انتقاد دارن به او. از او به عنوان ترامپ فرانسه هم یاد میشه و گفته میشه که این که ببینیم چقدر اقبال به او زیاد خواهد بود نشون میده که اندیشه راست افراطی چقدر در فرانسه طرفدار داره. سخنرانی اریک زمور رو میبینید، نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که آوریل 2022 برگزار میشه. تیتر اول یکشنبه 14 آذر رو تماشا میکنید. نگاهی داشته باشیم به برخی عناوین خبری و اونچه در ادامه برنامه میبینید. انفجار در نتن، سقوط پهپاد در کوهرنگ، همزمان با اظهار نظرهای متناقض مسئولان، در آسمان ایران چه خبر است؟
دادن اطلاعات جدید درباره برنامه هسته‌ای ایران هدف سفر رئیس موساد به پایتخت آمریکا اعلام شد. بارنا به دنبال قانع کردن آمریکا برای صرف نظر از توافق موقت با ایران. مقابله با جنگ تبلیغاتی دشمن باید دغدغه همه ی نظام شود. دستور خامنه‌ای به رئیس جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. همزمان هشدار جنتی در مراسم معارفه امروز. اگر مردم از ما کنار بکشند این مفهوم خیلی بدی برای حکومت دارد. چند روز پس از تیراندازی در مدرسه‌ای در میشیگان و کشته شدن 4 دانش آموز، جنجال بر سر انتشار عکس خانوادگی نماینده کنگره آمریکا در توییتر با اسلحه. توماس مسیح از بابا نوئل مهمات خواست. ده نفر از فعالان سیاسی اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور با انتشار بیانیه‌ای سرکوب اعتراضات کشاورزان و مردم اصفهان در روزهای اخیر رو محکوم کردند. در این بیانیه اومده که تجمع حدود یک ماهه مردم در پل خواجو نمادی از بحران ساختاریه که منافع ملی مردم ایران رو تهدید میکنه. نویسندگان این بیانیه حکومت رو عامل سرکوب مطالبات و بی‌توجهی به منافع ملی دونستن و ضمن اینکه آزادی سریع بازداشت شده‌ها و دلجویی از زخمی‌ها رو مطالبه کردن، خواستار تغییرات بنیادین در قانون اساسی شدن. فرانک چالاک تحلیلگر سیاسی که خودش از امضا کنندگان این بیانیه هست از تهران با ما همراه شده. خانم چالاک، از شما بشنویم که انگیزه های شما برای نوشتن چنین بیانیه‌ای چه بوده و چقدر فکر می‌کنین که گوش شنوایی وجود داره برای شنیدن این مطالبات؟ بینندگان محترم برنامه، این بیانیه خب به دو علت نوشته شد. یکیش هشداری بود که به حکومت داده بشه و دیگریش همدردی با افرادی که در این اعتراضات که به صورت مسالمت‌آمیز و به مدنی ترین شیوه ممکن در حال حاضر در طی این چند سال اخیر شکل گرفته و اعتراضات ادامه داره. در این بیانیه خب افراد بزرگی امضا کردن این بیانیه رو که دارای تبار ملی هستند، منافع ملی براشون بسیار مهم هستش، نگاهی به منافع خودشون ندارن. افرادی مثل آقای دکتر علیرضا رجایی، آقای دکتر سعید مدنی، آقای دکتر حسین رفیع، خانم صدیقه وسمقی و آقای ابوالفضل قدیانی از بزرگانی هستند که خب کارنامه این عزیزان مشخص هستش و از افراد نخبه و دلسوزان کشور هستند. پیامی که برای حاکمیت داشته خب به هر حال در این بیانیه عنوان شد که چه تبعاتی داره اینکه به این اعتراضات توجه نکنن و سرکوبی که به صورت گسترده و روز به روز هم داره خشن‌تر میشه صورت میگیره، تبعات اون رو گوشزد کردن برای حاکمیت. خب اینها مسائلی هستش که برای کسانی که دغدغه‌مند هستن برای منافع ملی کشور بسیار مهم هستش. از طرفی خب این پیام رو برای مردمی که در اعتراضات و جامعه جنبشی که در حال حاضر در اون قرار داریم داره که خب به هر حال افرادی در کنار اینها هستن و شعارها و مطالبات اونها رو درک میکنن و روحیه بخش مبارزات جامعه جنبشی در حال حاضر و موجود هستش، هم برای الیت و نخبگان و هم برای مردم، چون هر دو طرف میتونن اینها رو برای یکدیگر ترجمه کنند و ترجمان سیاسی داشته باشه، از اون طرف هم تبدیل بشه به شعارهای سیاسی و مطالبات و خواستهایی که مردم دارن. سپاسگزارم از شما فرانک چالاک، تحلیلگر سیاسی از تهران با ما همراه بودید. پاپ فرانسیس در سفر به یونان با پناهجویان در جزیره لسبوس دیدار کرد. امروز یکشنبه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در جزیره یونانی لسبوس با پناهجویانی که بسیاری از اونها از افغانستان بودند در کمپ دیدار کرد. همزمان با بالا گرفتن بحران پناهجویان در اروپا، پاپ در یک سفر 5 روزه به قبرس و یونان رفته تا توجه جهانیان رو به مشکلات پناهندگان و مهاجران جلب کنه. پاپ در این سفر گفته که مسئولیت داره تا حقیقت رو در مورد رنج پناهجویان بگه. خب همینطور اضافه کرده خیلی از پناهندگان در شرایط بسیار بدی نگهداری میشن.
عکس خانوادگی نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با اسلحه تنها چند روز پس از تیراندازی میشیگان خبرساز شد. در این عکس همونطوری که می‌بینید و پای درخت کریسمس گرفته شده، نماینده کنگره و اعضای خانواده‌اش از بزرگ تا کوچک سلاح در دست دارن و به دوربین لبخند می‌زنن. آقای مسی بالای عکس هم نوشته کریسمس مبارک، بابا نوئل لطفاً برامون مهمات بیار. انتشار این عکس تنها چند روز بعد از تیراندازی در یک دبیرستان در ایالت میشیگان انتقادهای بسیاری به همراه داشته، حمله‌ای که در جریان اون یک نوجوان 15 ساله به سمت همشاگردی‌هاش و معلم‌ها شلیک کرد و 4 نفر رو کشت و 7 نفر رو زخمی کرد. همکارم مریم رحمتی از واشنگتن با ما همراه شده. مریم، متمم دوم قانون اساسی آمریکا حق داشتن اسلحه رو برای شهروندانش تضمین می‌کنه، اما این عکس بعد از تیراندازی که در میشیگان و در اون مدرسه بود و با توجه به شرایطی که عکس داره در فضای کریسمس، خانوادگی و همینطور بچه هم در عکس وجود داره، انتقادات زیادی رو به دنبال داشته. چه واکنشایی بوده به این عکس؟ دقیقا همینطور که تو گفتی موضوع همینه. توماس مسی سناتور ایالت اوکلاهوما از حزب جمهوری خواه در حالی این عکس رو منتشر میکنه که چند روز پیش یک حمله مرگبار رخ داده و 4 نفر کشته شدن. این عکس سرخط خبرهای رسانه های آمریکا بوده و سر و صدای خیلی زیادی به پا کرده، در حدی که توییتر آقای توماس داره یک توجه خیلی خاص رو به خودش جلب میکنه. توییتش دالا نزدیک به 60,000 بار لایک خورده و نزدیک به 17,000 بار هم بازپخش شده و ریتوییت شده و مردم دارن همینجور در موردش تبصره میکنن. یکی از پدرهایی که بچهش در همین حمله میشیگان در مدرسه میشیگان کشته شده، اومده بود در شبکه CNN در مورد اینکه نباید همچین آدمایی به عنوان نماینده مردم به سنای آمریکا راه پیدا کنن حرفی زد و میگفت تمام قدرتش رو استفاده میکنه که جلوی این حمله اسلحه رو در آمریکا بگیره. و خودت همینطور که میدونی حمله اسلحه و قوانینش یکی از موضوعات مهم بین جمهوری خواه و دموکرات ها در آمریکا به حساب میاد. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از واشنگتن با ما همراه بودید. تیتر اول امشب به پایان رسیدیم. برنامه از دقایقی دیگر در یوتیوب ایران اینترنشنال هم در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت و همین جا.